این روزها شهر قونیه میزبان توریست‌های ایرانیه که برای مراسم بزرگداشت مولانا میان. اما ایرانی‌ها امسال برای اومدن به اینجا دلیل دیگه‌ای هم داشتن. کنسرت استاد محمد رضا شجریان. آقای شجریان همراه گروه شهناز از سوی بنیاد بین‌المللی مولانا به قونیه دعوت شده. البته این اولین بار نیست که آواز محمد رضا شجریان در این شهر شنیده میشه. استاد آواز ایران 30 سال قبل قطعاتی از اشعار مثنوی معنوی رو بر سر مقبره مولانا اجرا کرده بود. شنیده بودم که 30 سال قبل جوانی با صدای داوودی 18 بیت از اشعار مولانا رو بر سر مقبره او خونده، اما نمیدونستم این همون استاد شجریانه. وقتی فهمیدم از او دعوت کردم و گفتم دوست داریم باز شما رو در قونیه ببینیم. Tekrar sizi Konya'da görmek isteriz dedim. در این کنسرت هم رندان مست از جدیدترین آلبوم آقای شجریان و چند قطعه دیگه اجرایی بود از سروده های معروف مولوی. اشعار مولانا انتخاب کردم تصنیف ها رو که چون در قونیه هستیم از اشعار مولانا باشه. بعد آوازهای برنامه رو من عوض کردم، جاییست که مولانا اینجا زندگی کرد و علاقمندان و ارادتمندان زیادی در اینجا داره، گفتیم ما هر سعی میکنیم که بیشتر از اشعار مولانا استفاده کنیم. مرغ سحر کنسرت به پایان و البته نقطه اوج خودش رسید. نفیسه کوهنورد، BBC قونیه.